سلام و درود به دوستان حاضر در محفل. نگاه گذرا به دانشنامه هزاره. پیش گفتار، هفته ای گذشته دوستی عزیز این اثر را در اختیارم گذاشت تا آن را از نظر گذرانیده و برداشتهای خود را در این محفل رونمایی با شما شریک سازم. در مرحله اول صریحا اظهار می‌دارم که من هر گامی را که در راستای روشنگری و آگاهی رسانی و مردم و به ویژه نسل جوان کشور برداشته می‌شود با گرمی استقبال می‌کنم. در مرحله دوم از تمام دوستانی که در زمینه تهیه، گردآوری، تدوین، چاپ و رونمایی چنین اثری بزرگ کار تلاش نمودند سپاسگزاری می‌کنم. از آنجایی که می‌گویند هیچ اثر یا کتابی وجود ندارد که کامل و بی‌نقص باشد، از کمبودهای آن شروع می کنم. اما قابل ذکر است که برجسته سازی خلاها و کمبودهای این اثر به هیچ وجه به معنای کم وزنی یا کم ارزشی آن نه، بلکه به منظور بهبود و بهتر سازی کیفیت و محتوای آن است. تا دستن در کاران ارجمندی آن را در چاپ‌های بعدی و جلدهای بعدی در نظر گیرم. این کوشش کردیم که روی کتاب صحبت بکنم. اول شکلیات کتاب. دانشنامه هزاره که جلد اولی آن با خط و صحافت زیبا در بیش از 90 صفحه چاپ شده، از نگاه شکلیات یعنی داشتن پیشگفتار، فهرست موضوعات، متن موضوعات، فهرست منابع، ویرایش و غیره عالی است. با آن هم چند مورد زیر قابل ذکر است. فهرست موضوعات در آخر کتاب داده شده بهتر از در اول آورده شود. دوم، فهرست منابع هم در پایان هر موضوع و هم در آخر دانشنامه داده شده که به حجم آن افزوده است، بهتر از در آخر کتاب داده شده و در متن موضوعات به آن اشاره شود. سوم، ذکری از مدارک یا سویه و تجربه علمی هیئت مدیره، اعضای شورای علمی و مشاوران دانشنامه وجود ندارد، در حالی که معرفی آنها با وزن و اعتبار دانشنامه می افزاید. البته نام دانشمندانی چون سید عسکری موسوی و دیگران در سازمان علمی این دانشنامه خالی است. دوم، محتوای کتاب. دانشنامه نویسی همچنان که در صفحه 7 این دانشنامه با آن اشاره شده در شرایط افغانستان و آن هم برای یک قوم دارای مشکلات، نزاکت ها و حساسیت های زیادی است که غلبه بر آن اگر ناممکن نباشد بسیار دشوار است. چون از زمان کشوری به نام افغانستان که جغرافیا آن در زمان عبدالرحمن مرزبندی و استقلال آن در زمان امان الله حاصل شده و طرح مسئله برتری قومی زبانی توسط محمودی طرزی و عملی سازی آن در دوره های بعدی تا امروز که نام کشور، پرچم، زبان، پول، سرود، نمادها و سیمبولها و افتخارات تاریخی در انحصار یک قوم سجل گردیده و هر گونه اعتراض اقوام دیگر با تهدید و سرکوب و زندان و کشتار مواجه بوده، با ویژه در شرایط کنونی که همه چیز را قومی سیاسی ساختند، مشکلات دانشنامه نویسی برای قوم کاملا قابل درک است. با ویژه برای اقوام محروم کشور که با فراهم شدن فضای نسبتا باز سیاسی از یک طرف در پی احیای زبان و هویت و فرهنگ خودند و از طرف دیگر با کمبود منابع علمی و کادرهای برجسته مواجهند، دانشنامه نویسی قومی ناگزیر در تقابل و تضاد با اقوام دیگر بر سر تصاحب نامها، شخصیتها، مناطق و افتخارات مشترک تاریخی قرار میگیرد که انتصاب آنها به یک قوم بسیار دشوار است. البته موارد زیر در دانشنامه قابل ذکر است. یک، وقتی در مقدمه دانشنامه گفته نمی شود که برداشت دانشنامه نویسان از واژه هزاره چیست؟ یک مفهوم قومی یعنی زبانی و فرهنگی یا مفهوم نژادی یعنی خونی و فیزیکی ما خون من فرق داره، خونی افغانی و هزاره و تاجیک و ازبک وجود دارد و یا ژنتیکی و چیزی دیگری؟ آیا هزارها باشندگان بومی این سرزمین هم و یا بقایای لشکری هزار سوار مغل و یا هر دو؟ این مشکل چندان می شود، زیرا اگر تا دیروز وسیله برای تثبیت هویت قوم نژادی وجود نداشت، امروز ژنتیک در اختیار ماست
و بلال جان یک نمونه او را دیروز در صفحه خود نشر کرده بود. در صفحه نوی دانشنامه بندک بودن منابع مکتوب و دست اول مگر مدخلهای تاریخی اشاره شده است. اما تا جایی که من به یک تعداد مفاهیم موضوع تاریخی مانند آل ارغون، آل شنسب، آل کرد، ام البلاد، افغان و جرما و غیره نظر انداختم، برعلاوه این که از منابع دست اول کمتر استفاده شده، سهل‌انگاری های زیادی در محتوای آن وجود دارد. به گونه مثال فقط به یک موضوع افغان و جرمان در صفحه 707 دانشنامه اشاره می کنم. یک، به اساس کدام اسناد تاریخی داشته که افغان های کرمان از افغان های کوههای سلیمان و همسایه آن که در تاریخ نامه هرات سیف ایروی ذکر کرده بوده و یا افغان های امروز فرق داشته و هزارند؟ نه افغان، البته فرقی نداره که اینه سخن بر سری برتری یا کوتری و میترین سخن بر سری اسناد است. دوم، در منابع داده شده در این موضوع ندستی اول بلکه از جناب اخلاقی، دلجو، غرجستانی، نایل، فولادیان، یزدانی و بخصوص ویکیپیدیا و ویکیجو است. از جناب نایل نقل شده که ارغون خان از خراسان هزارهای افغان و جرمان را فرستاد، در حالی که ده ها سند معتبری همان دوره مانند تاریخ وصاف آیتی، مجمع الانصاف شبانکارهی، مواهب آل مظفر یزدی، تاریخ آل مظفر کتبی، زبدت تواریخ آبرو، جغرافیای آبرو، مطلع سعدین سمرقندی، حبیب سیر خوانمیر و غیره این دو طایفه را مغول و محصول صدهای افغانی و جرمای خواندند، نه هزارهای افغان و جرمان. در جا صده به معنی صد سوار است، یعنی همان صد سواری که به درخواست سلطان جلال الدین سرخدمش توسط ارغون خان برای محافظت سرحدات کرمان فرستاده شد و قدرت تعداد و قدرت اینها به علت وصلت باشها در دور آل مظفر از صد سوار به هزار سوار افزایش یافت، یعنی صده به هزاره تبدیل شد و تا سقوط آل مظفر نقش مهمی داشتند. چنانچه ما امروز تشکیل های به نام توله و کندک و غند و لوا داریم، در آن زمان صده و دوصده و پنجصده و هزاری و غیره داشتیم. لذا پیشنهاد می شود در موضوعات مهم تاریخی که منابع دست اول وجود دارد از آنها استفاده شود. سوم، در معرفی این دو طایفه در جمله اول قرن هفتم قمری و سیزدهم میلادی ذکر شده که نادرست بوده هشتم و چهاردهم اصلاح گردد. چهارم، از جناب دلجو نقل شده که همه مورخان دوره تیموری هزاره افغانی و جرمایی را مغول معرفی کردند و بعد از اقامت اینها در غور و غرجستان مغول خوانده شدند که به تدریج برای هم هزارها به کار رفت که هزارها بعد از تهاجم مغول به افغانستان آمدند و از ساکنان بومی این سرزمین نیستند. حال کدام یک را باور کنیم؟ حرف آنها را یا حرف این را؟ در صفحه 249 این دانشنامه از واژه‌های توهین آمیز تاریخ سازان درباری مانند سال سقوی در مورد امیر حبیب الله کلاکان استفاده شده است. کاربرد چنین مفاهیم و مقولات و هنم بدون هیچ گونه توضیح ارزش علمی دانشنامه و بی‌طرفی نسبی دستندرکاران آن را زیر سوال می‌برد که امیدوارم اصلاح گردد. دکتر صاحب شما 8 دقیقه گپ زدیم فیلم. نتیجه گیریست. خواستم. این دانشنامه با وجود همه نواقص و کمبودهایی که یک امر کاملا طبیعی است در برگیرنده مسائل و موضوعات مهمی بوده و من آن را یک گام ارزشمند در جهت روشنگری و یاده هویت و حیثیت هزارها می دانم که دیگران را نیز وادار می سازد در این راستا گام بردارد و در جهت نقد و اصلاح هم بپردازد. دوم، اگر 50 سال پیش دانشمندان و نویسندگان آن روزی با محدودیت موانع مواجه بودند و یا در زیر چکمه‌های استبداد نمی توانستند حقایق را بنویسند، امروز بزرگترین اما یک نقطه‌ای که قابل ذکر است، امروز باید متوجه بود که بزرگترین مشکل دسترسی آسان به انبوه جعلیات و منابع علمی و منابع غیر علمی
و شب علمی در شبکه های مجازی و تارنامه ها مانند ویکیپیدیا و ویکوجی و ویکیجو و غیر است که استفاده از آنها در فهرست منابع آثار علمی در دانشگاه مجاز نیست. یعنی با مصرف این همه پول، وقت، انرژی و استعداد واقعا باید دانشنامه ساخت، نه انبارخانه. در پایان برای تمام دوستان که در بخش‌های مختلف این دانشنامه کار نمودن و یا کار فعالیت دارن، توفیق بیشتر و کامیابی داره میخوام. و ابراز تشکر. تشکر میکنیم از دکتر سر لعوزاد با نقدی که نوشته کرده بودن و با ما خواندن. یک دو مسئله را میخوایم که با شما بگویم که دکتر سر لعوزاد گفتن کتابی که 90 صفحه داره، 90 صفحه نداره دکتر سر؟ 900 به شما 90 گفتین خوب.